میخوام دعوت بکنم از یک قاری بین المللی ناماشنا، استاد شاکر نژاد رو تشویق کنم. مگه چند تا استاد شاکر نژاد کنم؟ من بفایی؟ بفرمید قربان، سریعتون بشینید چند سمان. چرا؟ ایشون استاد حامد شاکر نژاد هستن، میزبان محفل در شبهای ماه مبارک رمضان. من میخوام دعوت بکنم از یک شاکر نژاد دیگه، حمید شاکر نژاد رو تشویق کنم. حمید ما الله. سلام علیکم. به به ما شاء الله. خوش اومدید. اهلا اهلا. حمیدمونه به افتخار حمیدشون. ما شاء الله. زنده من حامد واقعا معلوم نیست کدوم حامده کدوم حمیده. حمید جان بفرمایید. این دو چهره حقا ستارگان آسمان تلاوت ایرانند و هر دو درجه یک. مهم اینه که ببینم که کی به اون یکی غلبه داره، چی سر از اون یکی اصلا میشه فهمید یا نه. یه پدری هم دارن که این پدرشون هم استاد شاکر نژاد. بله پدرشون هم دیدم، خدا ان شاء الله حفظ کنه به افتخار پدرمون. بله به افتخار مادرمون. به افتخار مادر بزرگوارشون. حامد جان چند تا، حمید جان شما بگو، حامد رو که هستیم خدمتش، چند تا خواهر برادر؟ شما عرض کنم که ما دو برادر و دو خواهر هستیم. دو برادر و دو خواهر. خواهرها هم توی عرصه قرآن هستن؟ خدمت شما عرض کنم استعداد ذاتی رو داشتم، ولی همون حامدو که دیدن تا عبرت بود. الحمدلله حامد آقا فرصت بهش که نداد. یواش یواش داره سر درد دل باز میشه. کی بزرگتره بین شما دوتا؟ من حدود 2 سال از حامد آقا بزرگترم. ماشاءالله ماشاءالله. حمیدو تشکر. البته سنن اگر من حامد آقا بزرگ خودش هستم. کی زودتر شروع کرد تلاوت رو؟ خدمت شما عرض کنم که تلاوت قرآن رو ما همزمان شروع کردیم. واقعیت فضا اینطوری شروع شد که هاش حامد کلن شر بود، نمیتونستی کنترلش کنی. شر بود حمید جان یه لحظه. آره. شر بود بهر هنوز هم هست از حسنین به من خواهد کار داره میکنه. هنوز هست این روزا داره چی کار میکنه. خیلی حرف دارم، خیلی شیرینه این قابه، خیلی جذاب. شاید شما مردم هم کمتر دیدین. واقعا اونجوری نشستی، خب منم اینجوری میشینم. داستان اینطور بود که ما با هم شروع کردیم تلاوت قرآن رو، ولی کمتر جلسه میرفتیم که حاج حامد اصلا فضایی بده که من بخونم. آخه و بسیار مشتاق بود و البته یکی از رموز موفقیت که خود استاد ابوالقاسمی هم من بارها توی صحبتهایی که انجام میدن تو بحثای آموزشی شنیدم اینه که بالاخره توی تلاوت باید یه جایی برسی که جسارت هم به خرج بدی. حاج حامدی جسارت خیلی داشت، یعنی دیگه از اعتماد به نفس بر وزن جسارت یه چیزایی دیگه میشه. آره بقیهش با دست بود. یعنی اوایل واقعا برای ما استرسا بود، چون هنوز تازه یاد گرفته بود که قرآن خوندن چجوریه، ولی میومد تو جلسه به همون لهجه بشدی ما مخوام بخانم. حالا جمعیت سنگین، خب اون زمان مسجد کرامت بود که خیلی جمعیت میومد، واقعا شاید در حد 1000 نفر تو بعضی شبا، شاید هم بیشتر. ولی خب اصلا کاملا با جدیت کامل میرفت جلوی جلسه میشست و ادعای خوندن داشت. هنوز یک سوره هم کامل مثلا تقلید صرف مثلا شاید بلد نبود. خب اینش خیلی عجیب بود هاش حامد، و عملا فرصت خوندن از من گرفته بودی. تا کی؟ و این تقریبا شاید اوایل، چون فاصله سنی ما خیلی هم نیست دیگه، حدود 2 سال بود. اول یکم من ناراحت میشدم که کمش حامد میره میخونه، به به و چهچه مردم هم خب به تب سمت حامد شده بود، ولی کم کم من با این قضیه کنار اومدم. البته واقعا این نکته دقیقه، یه مصیبتی بوده باش کنار چی کارش کنم؟ داداش هم دیگه. آقای قاسمی من حالا خدا وکیلیش من ابتدا متوجه نبودم، ولی بعدها که گذشت که حالا یک فهمی بالاخره بیشتری بود، با خودم گفتم من تو سنین یه سر
مسابقات بین‌المللی رفتم، اول شدم. خب مردم اختلاف سنی که نداشتی، میتونست حسادت اتفاق بیفته، میتونست ناراحتی به وجود بیاد، هر چیزی از این رنگ. بعد با خودم گفتم چجوری حاج حمید تحمل میکرده این همه حامد 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 گفتن ها رو؟ واقعا من شاید اگه جای ایشون بودم برام خیلی سخت بود. دل بزرگ ایشون دارن. آره ممنون، متشکرم. تمام حالا بگو اصلا. آقای ادامه داستان ایطوری شده حالا داشت از تو میگفتی حالا یه جمله تو گفتی همین الان میگه حالا تو بگو حالا من بهش کنم تو حالا بگو جانم. آره همین جاست که میگه اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. حالا شما اون موقع که حواست به این چیزا نبوده، ولی واقعا خیلی وقتا باید دور رو از دیگران نگرفت. آدم دور بده به بقیه، خدا بهش جا میده. ای والله بهش جا باده. ای والله ای والله ای والله. ولی بعدش خدا وکیلی با هم خیلی نشستیم. یعنی ما اون سال مسابقات جهانی عربستان بود که اول شدم، بعد دائم با هم تمرین میکردیم. یاد آشم؟ بله تمرین بود. مثلا غیر از اون من خودم یه ادامه یه قضیه اینطوری شده بود که نه تنها ناراحت نبودم، یه جوری شده بود که موفقیت و حامد شده بود هم مغم من آخه، که این خوب به خونه ای بره بالا. دوستش داشتم، شرش دوست داشتم، یعنی جسور بود بخوندم. البته خب حالا کنار اینا یک درد سرایی هم داشت دیگه، تو بازی ها تو کوچه و اینا شیشه میشکست یا بالاخره دست گلی آمیداد حامد. آره راست میگفت کار حمیده، باز من بعد رفتم جا عجب آدمی بوده. آره ما پدرمون خدا حفظشون کنه، سایشون رو سرما باشه، زنده باشن. من توی برنامه هم عرض کردم من واقعا نه به قرآن علاقه داشتم، واقعا نداشتم. قرآن اگر میخوندم هدیه میگرفت. خدا به رحم کرده فقط. خدا غیر این حاج حمید پدر این کارو میکرد. من و حمید آقا یه شب پدرمون گفت که برای تو ساعت فلان میخرم، بریم جلسه فلان بخونیم. ما رفتیم جلسه تموم شد، ساعت 12 شب ما پدرش رو در آوردیم. آخه همون شبونه که این سا یادت آجه هیچ مغازه باز حالا نه من نبودی با هم چیز کنیم. آره یعنی آخر سر یک مغازه پیدا شد که اونم در حال تعطیلی بود، ایشون این خرید رو انجام داد تا ما آره سکوت کردیم آماده شدیم برای تلاوت. به پاس همه زحمت ها و به خاطر همه اذیت ها هر دوتای شما رو به اون دوربینی که الان بچه‌ها بهتون نشون میدن یه جمله برا پدر حرف بزنید، یه جمله. اول حمید آقا که مهمونمون. خب بعد از سلام و عرض ارادت خدمت پدر عزیزم، انشالله که خدا حفظشون کنه و سالم و تندرست باشن و سایه ایشون همیشه بر سر ما مستدام. زنده باش. قبل اینکه این نکته بگم، من خیلی رو لباسم حساس بودم. مثلا همین اطلاعاتی که هاشمی میگفت میرفتم شلوار لی و کاپشن لی میپوشیدم، میرفتم آخه اصلا عرفم نبود، خیلی میپوشیدم، خیلی به لباس پوشیدن علاقه داشتم. این میرفتم جلو آینه به لباس پوشیدن علاقه داشتین؟ آها به لباس پوشیدن علاقه داشتین؟ خیلی تیپش 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 اهمیت آره. لخیره میرفتم آره آره. بعد خدمت شما عرض کنم که می اومدم جلو آینه وای میستم نگاه میکردم، میگفتم مامان این خوب نیست. آخه آره دوباره تفلی اینو می آورد بنده خدا، اینو می آوردن. من سلام میگم خدمت پدر و مادرم، خاک پاشونم، ان شاء الله که از ما راضی باشن، ما رو حلال کنن بابت هم عزیتایی که زحمتایی که ما شاء الله به معرفتت. من دوست دارم بشینی حالا که این قاب خوشگل آره همینجا بشینی و ادامه بدی به نشستن. حمید برامون بخونه. بله کجا رو تلاوت میکنی حمید جان؟ من میگم حامد بخونه بهتره. حامد زیاد میخونه تو این برنامه. آها آقا اصلا یه چیزی میخواین همخوانی کنی؟ آره منافسه کنی. اول حاج حمید قطعه باشه بخونه، بعدش هم خودشون دوباره قطعه آرام بخونه. ولی من انصافا صدای حمیدو بیشتر دوست دارم، نمیدونم چرا. من اصلا کلن حمیدو دوست دارم. خب
یه صلوات محمدی بفرستین. دیگه سوالی مطلبی کار داریم حالا صبر کن. من مگه میگذرم از امروز؟ خیلی قشنگ شد، خیلی قشنگ. منتظر امروز بودیم. ولادت آقا علی اکبر علیه السلام هم هست. تا دارن میکروفون رو نصب میکنن به پیشگاه شاهزاده ماهپاره آقازاده آقا موسی دو شهدا آقا علی اکبر علیه السلام یه صلوات امام حسینی بفرستید. قبل از اینکه تلاوت رو آغاز کنم لازم میدونم کسب اجازه کنم مجددن از محضر اساتید جناب استاد رضوان درویش از کشور سوریه، جناب استاد قاسمی عزیز، استاد قاسمیان و استاد سید حسن الحلو از کشور عراق و آشان بده عزیز. نحن احببناك قبل ان نراك لان احببنا اخاك سید، يعني احببنا السيد حامد حبيبي، فعندما احببناه احببناك كثيرا قبل ان نراك. الله يحفظك ما شاء الله. وانا احبكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيغانا بيات نهوان دينا بزر همش همش سيغا سيغا دهو على بيات ما نوني كخرابة بيجيم بيات بيجيم بيات شده نهوان بخونيت نهوان نهوان كتوش بيات باشه نهوان ده بيات. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم إنا أعطيناك الكوثر. الله نعم حرام ما شاء الله. فصل لربك وانحر. الله إن شانئك بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله باجز اوج بخونه ها. لا سلام سلم. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. أيوة كده. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام. حلاوتك ما شاء الله. الله الله سلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله احسنت احسنت اياك نعبد واياك نستعين يا عيني الله على الجمال يا عيني على الجمال اياك نعبد واياك مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله 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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله صدق الله العلي الله 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 سلام عليكم يا ابو الفاز عمدا خب حاج آقای شاکر نجات خیلی خوش اومدید بفرمایید وسط این دو تا دسته گل بشینید بفرمایید اهلا اهلا يا حاج اهلا يا مرحبا يا مرحبا خوش اومدید يا مرحبا بفرمایید ما شاء الله احسن خوش اومدید همه تلاش کردیم که قصه تا لحظه آخر لو نره احسن آقا خیلی خوش آمدید خیلی حاج آقا خیلی خوش آمدید یه سلام علیکی شما بفرمایید با ما و مردم سلام علیکم علیکم السلام از اتالی سلامت باشید عوامل این برنامه بازار محترم بینندگان شبکه 3 علل خصوص اساتید قرآن در سراسر کشور بلکه در دنیا احسنت دست بود همه شون هستیم زنده باشید عرض باشد که در خدمتیم سلامت باشید قربان شما ما حالا آقا حامد که این شبا مردم هنرنماییش رو دارن توی محفل میبینن ولی امروز بالاخره خیاط هم تو کوزه افتاد هم حامد نشست هم حمید جان نشست دیدیم جای شما خالیه خیلی متشکرم رفقای من تمهیدش رو چیدن که شما هم در بین دوتا آقازاده عزیزتون باشین و چقدر از شما گفتند و نمیدونستنم که شما اومدین و چقدر از اینکه شما مشوقشون بودید برای قصه قرآن نظر لطفتونه
واقعا اینا که دوستانی که میبینن برنامه رو حقیقتا خبر نداشتید، یعنی هیچ از این اتفاق خیلی بله بله من خبر نداشتم اصلا، عالی بود. من که خبر نداشته باشم شما اصلا آقا شاکر جان من این سوال بکنم فکر کنم ما اینجاییم استاد کجا؟ بله فکر کنم که نمیخواستم بگم فکر کنم بچگی هم اون کسی که وسط های نونو میخورد حامد بود، کناراش رو میداد به هم میدون هرچی اوج خودش میخوند از بچگی خلاصه حمید رو اذیت کردیم چی میگفتن، حالا شما باید سهه بذارید به این حرف. اولا که خیلی جالبه این اتفاقی که الان افتاده که من وسط دوتا بزرگوار هستم کمتر در تو دوره بزرگسالی اتفاق افتاده. الان منو به خاطرات زمان کودکیشون که کوچیک بودن بله این اتفاق بود، بالاخره آقایون کنار ما میشستن، ولی خب الان دیگه تحویل اون نمیگیرن البته کمتر اتفاق میفته که پیش هم باشیم، یعنی همیشه اتفاق نمیفته در یک جلسه در یک محفلی اتفاق میفته که ما کنار آقایون باشیم. البته زمان کوچیکی هم حمید آقا خیلی مأخوذ به حیا بودن، حامد آقا یک مقداری گستاخ و ای والله حاج آقا ای والله حاج آقا رو تشویق کنید انتقام همه بار دارم توضیح نمخاطبه نمکنم. هر زمانی که وارد جلسه می شدیم قرار بود بیام خدمت مثلا استاد ابوالقاسمی بشینیم برای استماع، حامد چی میگفت؟ برمیگشت میدیدیم که حمید نیست، حمید کجای برمیگشتم هی بگرد خلاصه، بعد معلوم شد پشت یک مبلی پشت یک سری یک بزرگواری نشسته که ما نبینیمش. خب طبیعی بود که ما باید یک نفر در اون محفل تلاوت، اگر حداقل یک نفر قرار بود تلاوت بکنه اون یک نفر، خب پیشنهاد میدادم بلافاصله هم دقا برم شد مرفت مخان بله حمید آقا رو ما پیداش نمی کردم، خب کمتر می آمدن جلو، وگرنه تجربه بیشتری داشتن. خب دو سال حمید آقا بزرگتر از حمید آقا. مخلصی میخوام این قاب رو اینجوری تموم کنم، شب ماه مبارک رمضان و ایام ماه مبارک رمضان و سال نو هم حامد هم حمید جان دست بندازن گردن حاج آقا و قاب ما کامل بشه انشالله که سالیان سال زنده باشین، سلامت باشین، پاینده باشین به افتخارش. ممنونم ازت دیگه من دارم میرم برای ممنونم متشکرم.